به برنامه اقتصاد واقعی خوش آمدید. مایتری سیتارامان هستم. 70% اروپاییان شهرنشینند. در این برنامه به جنبه‌های اقتصادی همگنسازی شهری می‌پردازیم. خب به بارسلون در اسپانیا می رویم تا ببینیم چگونه مسکن محروم به صرفه می تواند قشرهای آسیب پذیر را کمک کند. از مدیر نهاد شهرهای اروپایی خواهیم پرسید چگونه وی به عنوان شهردار به مقابله با مشکلاتی مانند حمل و نقل می رود. تأثیر مهاجران قانونی و پناهجویان را بر زیرساختهای شهری و رشد شهری بررسی می کنیم و سپس می بینیم که چگونه مشی سیاسی در اروپا برای یافتن راه حلی برای ادغام شهری تلاش می کند. But first, here are the facts. از هر 11 شهروند اروپایی یک نفر از درآمد کمتری نسبت به متوسط جامعه برخوردار است. 30% مردم از پرداخت هزینه‌های پیش‌بینی نشده ناتوانند و بیش از 10% شهروندان 40% از درآمدشان را برای مسکن هزینه می‌کنند. برای برخی این به معنای چشم پوشیدن از نیازهای اولیه، زندگی دور از مراکز شهری با فرصت‌های شغلی و ناتوانی از پرداخت هزینه رفت و آمد به محل کار است. مونیکا پینا به بررسی این مسئله در شهر بزرگی مانند بارسلون پرداخته. بارسلون در حدود 10,000 مسکن زیر قیمت دارد. این به این معناست که کمتر از 2% از کل مسکن این شهر به افراد آسیب پذیر اختصاص داده شده است. بارسلون دارای 1.5% مسکن اجتماعی است. این در حالی است که میزان این آمار در آمستردام 48% است. شهرهایی مانند برلین، لندن و پاریس در رتبه های بعدی قرار می گیرند. با این حال شورای چپگرای بارسلون به رهبری ادا کولاو به وعده‌های خود مبنی بر توجه و رسیدگی به مسئله مسکن عمل کرده. این با اقداماتی مانند رسیدگی به خانه‌های خالی از سکنه، اختصاص زمین‌های جدید، بازسازی خانه‌های قدیمی و سرمایه‌گذاری برای ساخت 2000 خانه جدید صورت گرفته. این اقدامات در 8 ماه گذشته 29 میلیون یورو هزینه در بر داشته است. دولت تاکنون 12 میلیون یورو برای بهای مسکن به افرادی که ناتوانی مالی دارند یارانه پرداخت کرده. به این ترتیب مسکن‌های اجتماعی در اختیار افراد دیگر قرار می‌گیرد. خورخه اولاریا ویلار یکی از افرادی است که از کمک‌های شورا بهره‌مند شده. از ماه دسامبر گذشته همراه پسرش به این آپارتمان نقل مکان کرده است. یک انجمن اجتماعی برای جمع‌آوری مدارک لازم و درخواست برای این آپارتمان به او یاری رسانده است. برای 7 سال در یک زیرزمین زندگی کردم. 3 سال آخر نمیتوانستم اجاره بها را پرداخت کنم. کارم را از دست داده بودم. در نهایت برای تخلیه منزل به سراغم آمدند. اکنون 85 یورو در ماه اجاره میدهم. انجمن کمک رسانی به مردم آسیب پذیر با همکاری شهردار کنونی تأسیس شد و توانست قوانینی را به تصویب رساند که اجازه به کارگیری خانه‌های خالی مصادره شده از سوی بانک‌ها را می‌دهد. این امکان ساماندهی مسکن قشر آسیب پذیر را فراهم می‌سازد. هر ماه در بارسلون 30 مورد تخلیه خانه رخ می‌دهد. در همین حال 2500 آپارتمان خالی در شهر وجود دارد. ما خواستار بهره‌گیری از این پتانسیل برای مسکن اجتماعی هستیم. راه حل پیش گرفته شده در بارسلون در همه جا کارساز نیست. برای همین نیست شبکه‌ای مانند نهاد شهرهای اروپایی پدید آمده. مجموعی از دولت‌ها و شهرداران 130 شهر اروپا. آنها راه حل‌های عملی را برای مشکلات پیش رو با هم در میان می‌گذارند. از شهردار نانت مدیر این شبکه می‌پرسیم بزرگترین چالش پیش روی ما در فضای شهری چیست؟ نخستین پرسش مسئله مسکن است. در آینده شهرهای اروپا و جهان پذیرای جمعیت زیادی خواهند بود. بنابراین از یک سو شاهد چالش‌های ناشی از آسیب پذیری، مسائل زیست محیطی و از سوی دیگر راه حل‌های آنها هستیم. برای مؤثر بودن سیاست‌های اروپایی باید رویکرد به شهرها در نظر گرفته شوند، زیرا شهرها حقیقت ملموس هستند. در آینده نانت سالانه نیازمند 6000 مسکن از جمله 2000 مسکن اجتماعی است. برای مؤثر بودن در برابر این چالش ها تلاش می‌کنیم. در زمینه حمل و نقل راه حل مورد نظر شما چیست؟
مسئولیت شهرها و شهرهای بزرگ منوط به داشتن دیدگاهی استراتژیک درباره موضوع همگنسازی شهری است. هنگامی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در اروپا شهرهای مانند نانت در مرکز محله‌های پرجمعیتی را جای دادن که از طریق خطوط حمل و نقل با یکدیگر در ارتباطند. در موارد دیگر شاهد شهرهایی هستیم که مرکز شهر از محله‌های پرجمعیت توسط جاده‌های کمربندی جدا شده است. در این حالت در زمینه سیاست اجتماعی شاهد عدم تعادل هستیم. اگر چنین مرزبندی بسیار چشمگیر باشد، شاهد بی‌عدالتی و شق شق شدن فضای عمومی خواهیم بود. در میان شهرهایی که به عنوان رئیس نهاد شهرهای اروپایی به آنها سر می‌زنید، آیا شهری به عنوان الگو سراغ دارید؟ شهرهای ما گوناگون هستند و یک تاریخ مشترک ندارند. برای نمونه به تلاش‌های آمستردام در زمینه انتقال دیجیتال می‌اندیشم، به تلاش‌های بارسلون من جمله در حوزه مسائل فرهنگی می‌اندیشم، به تازگی با شهرهای آلمان به ویژه در زمینه مسئله پناهجویان تبادل نظر داشتیم. هنگامی که به تلاش‌های شهری مانند وین به خصوص در حوزه مسکن ارزان قیمت نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم می‌توان از دیگران برای خلاقیت بیشتر و تأثیر بیشتر الهام گرفت تا بتوان در سطح اروپایی راه حل‌هایی را پیشنهاد کرد. به چالش ادغام شهری باید مسئله شمار مهاجران قانونی و پناهجویان را هم که به بیشترین حد خود در دهه‌های گذشته رسیده افزود. بیشتر این افراد عمدتاً از کشورهای درگیر جنگ مانند سوریه، افغانستان و اریتره می‌آیند. در کوتاه مدت این برای تولید ناخالص داخلی سودمند است، زیرا دولت برای مسکن و بهداشت آنها هزینه می‌کند. در دراز مدت تأثیر بر تولید ناخالص داخلی متأثر از سرعت ادغام این افراد در بازار کار متناسب با نیازهای جامعه است. مونیکا پینا به وانتا در آن رفته تا ببیند آنها چه اقداماتی از یک سو برای جذب مهاجران و نیروی کار تازه و از سوی دیگر نیفتادن در دام کمک‌های اجتماعی به کار گرفتند. سمیرا یکی از 30,000 مهاجری است که اینجا در نزدیکی هلسینکی زندگی می‌کند. او 19 سال پیش از مسکو به اینجا آمده. امروز او 5 فرزند دارد و شاغل است. وی 6 ماه پیش کارش را در یک مرکز پناهجویان آغاز کرد. هنگامی که به فنلاند رسیدم نمیتوانستم کلاس زبان فنلاندی بیابم. در سال 1997 برای پناهجویان ساده بود، نه برای من. وانتا دارای یک برنامه چند فرهنگی با هدف بالا بردن نرخ اشتغال برای پناهجویان است. این برنامه شامل آموزش‌های زبانی و مهارتی است. در سال گذشته 3,000 پناهجو در قالب این برنامه آموزش دیدند. برهان همدون مدیر اجرایی این برنامه میگوید موارد گوناگونی در این کلاس ها مطرح می شود، از جمله چگونگی گرفتن گواهینامه رانندگی، مسئله سرپرستی و نگهداری کودکان و همچنین نحوه برخورداری از مزایای بازنشستگی. به افراد برای یافتن و درخواست کار و همچنین درخواست برای آموزش های گوناگون کمک می کنم. بیش از 33.5 میلیون نفر از ساکنان اروپا در بیرون از این اتحادیه متولد شدند. این در حالی است که در 3 ماهه سوم سال گذشته میزان درخواست پناهندگی از مرز 150% گذشت. چالشی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی پیش روست. فنلاند هر سال 3,000 پناهجو پذیرفته. در سال 2015 این میزان به بیش از 32,000 نفر رسید. سال قبل 10 برابر میزان گذشته پناهجو به فنلاند رسید. پیش بینی می شود در حدود 40% این پناهجویان در فنلاند ماندگار شوند. ما به خدمات بیشتری برای این افراد نیاز داریم. اروپا بودجه 3.14 میلیارد یورویی برای افزایش کارایی مهاجران و پناهجویان اختصاص داده است. در این میان بریتانیا، ایتالیا و فرانسه هر کدام به ترتیب با اختصاص بیش از 370، 310 و 265 میلیون یورو در رتبه‌های نخست قرار دارند. چگونه علیرغم مشکلات داخلی شهرها و چالش‌های تازه مانند مهاجران قانونی و پناهجویان شهرها رشد کرده و جمعیت خودشان را نو می‌کنند؟ چگونه سیاست‌ها وارد حوزه عملی می‌شوند؟ کمیسر سیاست منطقه‌ای اتحادیه اروپا کورینا کرتو با ماست. درباره پناهجویان و پذیرش آنها سخن به میان آمد. چگونه می‌توان بدون قربانی کردن قشرهای بومی و آسیب‌پذیر جامعه به آن جامعه واقعیت بخشید؟ در مورد هزینه‌ها چطور؟ What about the money?
با بزرگترین چالش در تاریخ روبرو هستیم. بیشترین شمار افراد جابجا شدند. این در حالی است که ما پیش از این افراد آسیب پذیر داشته ایم. بیش از 120 میلیون نفر از اروپایی ها در مرز فقر قرار دارند و ما اکنون باید برای پذیرش جمعیت پناهجویان اقدام کنیم. بسیار مهم است مردم آگاه باشند که ما در آغاز دوران برنامه‌ای تازه هستیم. ما بودجه 450 میلیارد یورویی و همچنین کمک مالی سیاست‌های محلی و دولت‌های عضو را در اختیار داریم. این مبلغ در مجموع به 600 میلیارد یورو می‌رسد. با این بودجه ما برنامه حل نابرابری‌ها و البته مسائل شهری را داریم. With all this money we would like to tackle these issues of inequalities. این سیاست از سطح اروپایی کم کم به سطح شهری میرسد. واکنش ها به این موضوع چگونه است؟ مثبت، منفی؟ فارغ از این سیاست ها و بحث های موجود میان دولت ها، مردم واقعیت موجود هستند. شهرداران نخستین کسانی هستند که باید سریعا واکنش نشان داده و برای حل بحران مهاجرت اقدام کنند. برای نخستین بار هیچ گونه تسامحی در این زمینه وجود ندارد. برای نخستین بار به مدت 7 سال بودجه ای را مستقیما به شهرها اختصاص داده ایم. 16 میلیارد یورو مستقیما از سوی شهرها مدیریت می شود. شهرهایی که با بزرگترین چالش های مسکن و گروه های آسیب پذیر روبرو هستند. نمونه های فراوانی در آلمان و هلند سراغ داریم که پیشتر به مقابله با مشکلات رفتند. کشورهای دیگر هنوز واقعا نمی دانند چگونه عمل کنند. ما برای یاری و کمک فنی حضور داریم. در سال 2016 موضوع اصلی که شهرها باید به آن بپردازند چیست؟ از نگاه من بحث همگرایی اجتماعی مهمترین مفهوم در سالهای آتی است. ایجاد مؤسسات تازه، بهینه کردن انرژی، مسکن، بازسازی نواحی محروم شهری، اشتغالزایی، سرمایه گذاری در بخش آموزش و بهداشت همگی در 7 سال آتی اولویت‌های سیاست‌های منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند. از حضورتان در این برنامه سپاسگزارم. از شما هم تشکر برای دیدن این برنامه.